آیا می خواهی ریش خود را زیاد نمویی؟ یا می خواهی موی سر از ریختن ماند؟ یا می خواهی داغهای سفید بدن را نیست نمویی؟ و یا می خواهی خود را فربه یا خراب کنی؟ پس به شما صاف سودا را توصیه می دهیم. و یا شخصانه می خواهند هیجامه کنند؟ یا روغن تازه سیاه دانه را دسترس کنند؟ و یا کپسولای الهدایه با صاف سودا مراجعه نمویید؟ داروها دستفکه نیز کرده می شوند. رقم ها در روی اکران. از نام یوریستی جای مراجعه کنید، تخفیف دارد. با صاف سودا باشید. آفیسی صاف سودا در پیتر و مسکو. السلام علیکم به همه تماشابینان برنامه های سارمان سفرف، برنامه های کانال یوریستی جی. ما امروز یک چند اخبارات های نو دسترس نمودیم که عین حال به شما پیشنهاد میگردونیم با دقت تا آخری نو را تماشا کنین تا از اخبارات های ما و از اخبارات های نو شما را آگاه باشین. و نگفته نمونه که پیش از شروع کردن موضوع ها ما تصمیم گرفته هستیم که قربی اسعار در اول ویدیو همون بهره شخصیت هایی که خواهشمند هستند برای شنیدن پیشنهاد بگردونیم. بانک ملی جمهوری تاجیکستان از بالاروی قرب یورو و به قرب شوی روبل روسی خبر داد. در بازار ارز تاجیکستان امروز تغییرات نظررس به نظر می رسد. قرب یورو در بازار ارز جمهوری تاجیکستان یک بار بالا رفت و قرب روبل روسی به قرب شوی نشان داده است. یعنی که برای امروز 1000 روبل روسی برابر می باشد از 154 سومان تا 156 سومان که دیروز برابر بود با 159 سومان و 158 سومان. امروز باشد 2 سومان پستر شده و 100 دلار باشد برابر می باشد با 1132 سومان و 100 یورو باشد برابر می باشد با 1349 سومان که دیروز 100 یورو برابر بود با 1343 سومان. برادران عزیز، اکنون شروع میکنیم موضوع اساسی را. اولین اخبارات ما آیدی معاش 65000 روبل شرکت روسی در جمهوری تاجیکستان کارگر می جوید. چخیلی که به همه ما و شما معلوم است، عین حال در فدراسیه روسیه تا حال نورسایی قوه کاری به چشم می رسد و یک شرکت فدراسیه روسیه به جمهوری تاجیکستان سفر کرد تا کارگرای خواهشمند به روسیه انتقال دهند. خدمات مهاجرت جمهوری تاجیکستان اعلام کرده است که نمایندگان شرکت ساختمانی پیک مودول مسکو در تاجیکستان کارگر می جویند. این شرکت نامنویسی مهاجران را آغاز نموده است. بنابر اطلاعات دفتر مطبوعات خدمات مهاجرت جمهوری تاجیکستان، خواهشمندان مهاجران کاری می توانند تا سنه 23 ایون سندهای خود را به خدمات مهاجرت به سراغ شهری دوشنبه کوچه عینی 121 برای تأمین کار سپرند. یعنی همی ادرسی که ما گفتیم پگاه آخران روز شای برای نامنویسی کردن، هر شخصیتی که در دوشنبه قرار داشته باشد و بخواهد که به فدراسیه روسیه برود به ادرسی شهر دوشنبه کوچه عینی 121 مراجعه کنین، وقتان نامنویس کنین، شرکت فدراسیه روسیه پیک مودول تاجی کارا برای کار و فعالیت به فدراسیه روسیه انتقال میدهند. نفرانی که در فدراسیه روسیه شهری مسکو قرار دارند و اگر از درد دندان اذیت میکشند، پس به رقم های روی اکران مراجعه نمایید. با همه نمود درد دندان معالجه میسازند. از نام یوریستی جی مراجعه کنین، سکیتکتون میکنند. استوماتولوژی برادران تاجیک در شهری مسکو. و اینچنین این شرکت فدراسیه روسیه قید نموده است مزد مهنت کارمندان 55 تا 65000 روبل روسی را تشکیل می‌دهد. همزمان چیپتا رایگان بوده، تمامی خراجات از جانب شرکت ساختمانی پیک مودول پرداخت کرده می‌شود. روزی کاری از ساعت 8 صبح تا 8 بگاهی روزی در دو بس براه مونده شده است، تاکید داشته است منبع. و اینچنین شرکت قید نموده است شخصیت های تا سن 43 ساله را به کار قبول میکنه، یعنی تنها مردا را. برای که این شرکت شرکت ساختمانی و برای به فدراسیه روسیه بردن چیپتر از شرکت خودش خریداری میکنه، به جای خواب تامین میکنه و از مزد معاش نیز تامین میکنه. وقتهای کاری باشه از ساعت 8 سحر تا 8 بگاه دوام میکنه. اخبارات نوبتی ما اویدی فدراسیه روسیه پروازها را با ترکیه برقرار کرد. خیلی که به همه ما و شما معلوم بود، فدراسیه روسیه با ترکیه پروازهاش قطع کردگی بود و گفته بود که روز 15 ایون از سر نو باز میکنه، ولی متاسفانه 15 ایون نو از 23 ایون شروع کرده پروازها میان روسیه و ترکیه آغاز میگرده با شرکت هواپیمایی
ترکیه و شرکت روسی. فدراسیون روسیه پروازها را با ترکیه برقرار کرد. خبر می‌دهد ریا نوستی در استیناد با ستاد فوری مبارزه با بیماری کشور. بنابر اطلاعات منبع هم پروازهای مقرری و هم پروازهای چارتری موافق خط‌سیرهایی که پیش از لغو شدن پروازها معین کرده شده بودند دوباره به راه مانده می‌شوند. برادران عزیز یعنی که ترکیه با فدراسیون روسیه علاقه پروازهای خودش برقرار نمود و هر شخصیتی که میخواد سفر کنه هم پروازهای منتظم برقرار کردگی هستند از ترکیه و هم پروازهای چارتری تا عین حال ادامه داده شدند و شروع کرده از پگاه یعنی از روز دیگر پروازها شروع میشوند و چیپته ها در فروش برآوردگی هستند. در این مورد بسیاری از نفرها سوال ها پیشنهاد میکردند که کی ترکیه با فدراسیون روسیه پروازش گشوده میشود. سوال پیشنهاد میکردند مخصوص بهری همون نفرها. ما خواستیم که در همین موضوع هم کمتر معلومات بتیم و به شما بفهمانیم و خوشخبر را برسانیم که پروازش از ترکیه به روسیه علاقه گشوده شدگی. برادران عزیز در آخری نوار یک چیز دیگر را قید کردنیم. شخصیت هایی که در فدراسیون روسیه قرار دارند و میخواهند که با ورزش مشغول شوند در رقم های واتساپ که در روی اکران میبینین مراجعت کنین، شما را برای مشغول شدن با ورزش در فدراسیون روسیه دستگیری تان میکنه. رقم های واتساپ شده بنویسین، سلکای کانالش در اپیسانی ویدیو رام هسته، بدروین کانالش را تماشا کنین، ویدیوهای خوب داره. برادران عزیز ویدیو مون را جمع بس میکنیم. اگر یکان سوالی دیگر داشته باشین در کامنتر سوالاتون را پیشنهاد کنین و در کانال یوریستیجی آبونه شیدن فراموش نمیکنیم. تا برنامه های دیگر خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه.